از سال 2014 میلادی که نارندرا مودی از حزب ملیگرای هندو نخست وزیر هندوستان شد بیش از 170 میلیون اقلیت مسلمان در هندوستان بارها مورد حمله هندوهای افراطی قرار گرفتند گزارشها ها حاکی از آن است که در این مدت سازمانها و نهادهای مسلمان بارها از کشته شدن صدها مسلمان توسط گاف پرستان که از هندوهای افراطی هستند اعتراض و شکایت کردند اما نتیجه حاصل نشده است در جدیدترین اقدام مسلمان کشی که این بار توسط پلیس هند به وقوع پیوست یک زن مسلمان 53 ساله به دلیل تلاش برای رهایی پسرش از یورش 20 نیروی پلیس به او مورد شلیک مستقیم پلیس قرار گرفت پلیس هند یک زن مسلمان پنجا و سه ساله را به دلیل تلاش برای رهایی پسرش از دست پلیس در ایالت شمالی اوتار پرادش به قتل رساند. اترکور رحمان پسر این زن کشته شده میگوید حدود 20 نیروی پلیس برای دستگیری برادرش عبدالرحمن به خانه آنها در روستای اسلام نگار یورش بردند. وقتی مادرش در برابر دستگیری پسرش مقاومت کرد پلیس با شلیک مستقیم او را به قتل رساند و عبدالرحمن را نیز دستگیر کرد پس از به قتل رساندن این مادر ساکنان روستای اسلام نگار اعتراض کردند اما پلیس اعلام کرد عبدالرحمن که تحت تعقیب پلیس بوده یکی از مزنونان ضبح یک گاو است به گزارش رسانه های محلی عبدالرحمن که در بمبئی سکونت دارد نه ماه می برای شرکت در مراسم عروسی خواهرش که قرار بوده 22 ماه می برگزار شود وارد روستای مادریش اسلام نگار شد اکنون خانواده این مادر کشته شده به اتهام قتل عمد به پاسگاه پلیس سیه در تنگار شکایت کردند هرچند از این نوع شکایت ها با پرونده ها در دادگاه های هند بسیار اتفاق افتاده که معمولا با تبرئه شدن هندوهای افراطی پرونده مختوم اعلام می شود بسیاری از فعالان در شبکه های اجتماعی با انتشار این خبر نارضایتی خود را از برخورد پلیس هند با مسلمانان ابراز کردند زیرا به گفته آنها در هندوستان به زندگی گاف ها بیشتر از زندگی مسلمانان اهمیت داده می شود در همین راستا حسین حیدری فعال سیاسی می گوید متاسفانه وقتی مقتول گاو باشد و متهم مسلمان باشد مادر که برای رهایی فرزند متهمش تلاش می کند را مورد شلیک مستقیم قرار می دهند روزنامه نگار هندی محمد ثابت نیست که از این اقدام پلیس متعجب بود نوشت در ایالتی مانند اوتار پرادش مسلمانان بیشتر از چه کسی باید بترسن؟ هندوهای افراتی یا نیروهای پلیس از سوی دیگر روزنامه نگار تانموی از بنگلادش در بخشی از مطلبی که منتشر کرده فقدان عدالت در هند برای مسلمانان و عدم وجود جنبش های محلی و بین المللی برای حمایت از آنها را محکوم کرد.